سلام علیکم خیلی از کسانی که در باب معارف مهدوی دارن زحمت میکشن تبلیغ میکنن برای نامویاد امام زمان حد جلال فرجه و تشویق میکنن مردم رو به دعای فرج میان گله میکنن شکایت میکنن درد دل میکنن که به ما انگ میچسبونن اذیتمون میکنن درد سر برمون ایجاد میکنن من آب پاکی رو میدوزم رو دستتون کسانی که دارن برای امام زمان تبلیغ میکنن در واقع با حکومت های دنیا در افتادن شماها دارید تبلیغ میکنید برای امامی که وقتی بیاد تمام قدرتمندان عالم رو از قدرت خلع خواهد کرد تمام قدرت ها رو از دست قدرتمندان خواهد گرفت همه حکام رو از رو کرسی سلطنت و حکومت چون بلند خواهد کرد معلوم همه با شما در خواهند افتاد توقع دارید حلوه حلواتون کنن حکومت همینه هیچ کس حاضر نیست صندلیش رو از دست بده وقتی هارون لعنت الله علیه به معمول لعنه الله گفت الملک عقیم حکومت عقیم است یعنی پدر و فرزندی قوم خشی نمیشنسه تویی که پسر من هستی اگر با این حکومت با من در بیفتی سرت رو از بدن جدا میکنم همینه امام باغر سلام الله علیه در تفسیر آیه 41 سوره مبارکه بقره فرمودن که برای برخی از بزرگان یهود یهودی ها سال یه بار میهمانی مفصلی میگرفتند پر زرق و برق این بزرگان یهود که ریاستی داشتند بر این قوم به خاطر این که این مهمانی رو از دست ندن و این ریاست چونه بر این قوم از دست ندن آیاتی از تورات که اشاره میکرد به اوصاف پیامبر اسلام رو تحریف کردند و گفتن نه این اون شخصی نیست که قرار ظهور کنه این اون کسی نیست که حضرت موسی وعده داده با اینکه میدانستن پیامبر اسلام همان پیامبر موعود آخر از زمانه قدرت اینقدر شیرینه حکومت اینقدر شیرینه نخواهند گذاشت مبلغین مهدوی برای امام زمان کار کنند پی این چیزا رو به تنتون بمالید البته وقتی کار سخت باشه دشوار باشه مزدش هم بیشتره ثوابش هم بیشتره اما سختیش هست که هست خدا فرج آقا مصاحب زمان رو معجل بفرماده ان شاء الله التماس فرج